یکی از مهمترین کتب شیعی درباره واقعی قدیر کتاب القدیر نوشته ی علامه امینی رحمت الله علیه هست که نگارش و تعلیف آن بیش از چهل سال به طول انجامید وی برای تعلیف و نگارش القدیر سختی های بسیار را به جان خرید و نام خود را به عنوان یکی از مدافعین ولایت امیر علی علیه السلام در تاریخ به ثبت رساند کتاب القدیر فی کتاب و سنت و الادب معروف به القدیر کتابی به زبان عربی با موضوع اثبات امامت و خلافت بلافصل امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام نوشته علامه عبدالحسین امینی رحمت الله علیه است. این کتاب در یازده جلد تنظیم شده و جلد نخست آن به بررسی سند حدیث قدیر اختصاص دارد و علامه امینی حدیث قدیر را از متواترترین و قابل استنادترین احادیث منقول از حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله معرفی می کند. وی برای اثبات این موضوع سند حدیث قدیر را از صحابه و تابعان تا علمای قرن چهاردهم با تکیه بر منابع اهل تسنن ذکر نموده نام 110 صحابی و 84 تابعی از راویان واقعی قدیر را گرد آورده تا ولایت مطلقه ائمه معصومین علیه السلام را از طریق اثبات خلافت بلافصل امیر المؤمنین علیه السلام اثبات و ولایت غیر معصوم را نفی نماید علامه امینی در شش جلد بعدی شاعران و اشعار آنها درباره قدیر را در طول قرون مختلف معرفی کرده و آنها را مستند نموده است او در جلدهای پایانی ضمن ادامه معرفی شاعران قدیر به برخی از اختلافات مثل جایگاه خلفای سگانه و نقدهای شیعیان بر آنها ماجرای فدک ایمان حضرت ابوطالب علیه السلام و تحلیل و توضیح رفتارهای معاویت ابن ابو و دیگر دشمنان می پردازد علامه امینی برای نوشتن القدیر به کتابخانه های کشورهای مختلف از جمله هند، پاکستان، مغرب، مصر، سوریه، عراق و کشورهای دیگر سفر نمود او برای نگارش القدیر که تمامی اسناد آن از منابع اهل تسنن گردآوری شده بیش از ده هزار کتاب را مطالعه نمود و به یکصد هزار کتاب مراجعه نموده است